برنامه را با چند خبر کوتاه ادامه می دهیم. حجت الاسلام و المسلمین شیخ جلال معاش، نماینده بزرگ مرجع جهان تشیع آیت الله العظما سید صادق حسینی شیرازی دامظله، به مناسبت ایام ولادت با سعادت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها و حضرت امام رضا علیه السلام، سفری تبلیغی به کشور ترکیه را آغاز کرد. به ایته این اقدام که هر سال انجام می شود، دیدارهایی با برخی از شخصیت‌های برجسته علویان کشور ترکیه داشت. حجت الاسلام و المسلمین شیخ جلال معاش در بازدیدی که از مساجد و مراکز فرهنگی آنان داشت، بر اهمیت اجرای پروژه‌های فرهنگی مخصوصاً در تعطیلات تابستان و همچنین اهتمام به جوانان تأکید کرد. یک مطالعه جدید نشان می‌دهد که در صورت نبود سیاست‌های جدید اقلیمی و رویکردهای جاه‌طلبانه‌تر در حوزه آب و هوا، جهان به سمت تغییرات اقلیمی بزرگتری پیش می‌رود. بر اساس این مطالعه که توسط مؤسسه اکسیوس منتشر شد، بدین ترتیب تا پایان قرن بیش از 2 میلیارد نفر از جمعیت جهان در معرض گرمای شدید و خطرناک قرار خواهند گرفت. شماری از کارمندان محلی مؤسسات همکار با سازمان جهانی غذا در غزنه امروز تاکید کردند سازمان جهانی غذا فعالیت‌هایش را در ولایت غزنه به حالت تعلیق درآورده است. به گفته آنان، تمامی فعالیت‌های بشردوستانه مرتبط به این سازمان در این ولایت از 3 هفته پیش به این سو به حالت تعلیق درآمده و این کارمندان علت این تصمیم سازمان جهانی غذا را مداخله مسئولان محلی در کارهایشان عنوان کردند. بنابر محلی اعلام کردند که 10 تن از جوانان نیجریه در شهر پوتیسکوم علیه جنایت‌های نسیل الرفای، فرماندهان اسلام ستیز شهر کادونا که مورد حمایت محمد بوهاری رئی جمهور نیجریه قرار دارد، راهپیمایی اعتراضی برگزار کردند. معترضان همچنین از بوهاری می‌خواهند که ممنوعیت سفر خارجی برخی چهره‌های سرشناس شیعی را لغو کند. نصیر الرفای، فرماندار اسلام ستیز شهر کادونا، در چند ماه اخیر اقدام‌های زیادی علیه شیعیان انجام داده و موجب خشم و اعتراض شدید آنها شده است.